زیبا تو سیدی، یه این بامزه از این. یه زمانی من خیلی دوست داشتم، اون زمان که دوران، نمیذارم براتون بگم، دورانی که زینب بودم، این دوران همش میگفتم چرا من سید نشدم. این مامان من سید، سیدی هم مثلا از پدر میرسه دیگه، پدر من سید نبود. بعدش خیلی حسرت میخوردم به این سیدی و اینها، ولی چه خوب که بعدا فهمیدم که چقدر جهالت این مسئله، چون یه نوع طبقاتیه دیگه. همه چیز توی مذهب یه حالت هیرارشی داره، یعنی اینکه شما فکر کن از بالا خداست، بعد پیغمبره، بعد فلانه، بعد اینجوری، بعد بند. حتی شما وقتی میخواییم برین اینجوری میکنی، خدایا از پایین به بالا نگاه میکنی. اصلا خود این سیستم رو نگاه کنید، از پایین به بالا نگاه میکنی، یعنی به شما از کوچیکی یاد دادن اگه با خدا میخوای حرف بزنی خودتو کوچیک کنی، نه در یک رابطه برابر. این سیستم یک سیستم بسیار بسیار مخربه. و اگر هم بعضی وقتا میگن زیبا تو به خدا اعتقاد نداری، میگم خب خدایی اگه وجود داره مثل آدم بلند شه بیاد اینجا با آدم حرف بزنه، در یه رابطه چی هست، کی هست، چی هستی، چیزی هستی، موجودی هستی، ببینیم دیگه، بشنویم، ببینیم که تو حرفی بزنی منم، چرا من باید تو رو بپرستم آخه؟ چرا تو منو نپرستی؟ خب تو منو بپرست، منم متقابلا تو رو بپرستم. چرا باید همه چی یک طرفه؟ اینه که حتی شما میبینی سیدی یا مثلا امام یا فلان، شما همین تو بعد میای ول که نمیکنن که، شما میای تو تمام زوایای زندگی، بعد پدر مادر و برادر، خواهر از برادر، بزرگتر از بزرگتر، بزرگ تو باید، کی گفته باید مثلا من بچه های فرزند که بچه های جمال رو که بزرگ میکردم، اولین حرفی که بهشون میزدم میگفتم کی گفته پدر مادر درست میگه؟ تو حرف منو بشنو، ولی قرار نیست حرف منو گوش بدی که چون مادرت هستم، چون من دارم بهت میگم. نه، حرف منو به عنوان یه فردی گوش بده، نظر اون کاری که دوست داری رو انجام بده. فاطمه که اسمشو عوض کرده، حالا سارا گذاشته شیر محمدی، یه بار من گفتش که من میخوام برم تو خونه دختر همسایه‌مون، چیز عصرم بود، منم گفتم که فاطمه دیر وقته، الان برای چی میری و فلان اینا. بعد گفتش که نه من دوست دارم برم. گفتم خب من نظرم اینه که نری، حالا اگر تو دوست نظر منو قبول نمی کنی خب برو. این یه ذره وایستاد دم این در، یه ذره به من نگاه، کوچولو بود، مثلا کوچولو که نه، 7-8 سالش بود. بعد اینجوری یه ذره نگاه کرد، نگاه کرد، نگاه کرد به من، بعد رفت، رفت خشب. بعد از 2-3 ساعت که خونه همسایه مونده بود اومده بود، بعد این هی از دم در هی میمد نگاه میکرد، میخواست فکر میکرد که من دعواش میکنم. بعد من هم متوجه بودم دیگه که هی احساس میکنه که چون این سیستم رو یاد گرفته که خب بزرگتر گوش ندادی باید تنبیه میشه. بعد که گفتم بیا تو، این اتفاق تو کتابم هم نوشتم، گفتم بیا تو، چه کار خوبی کردی که به حرف من گوش ندادی، حرف منو شنیدی، اون کاری که دوست داشتی انجام دادی. یعنی این مسئله که الان این سیدو گفت یادم افتاد که سیدی هم در واقع یه چیزیه که القا میکنن که حتی خونت، یعنی برج این سیستم هیرارشی که تو عید قدیر میری به سیدا باید چیز کنی، اون یکی رو بری بگی. اصلا این سیستم واقعا مزخرفه دیگه،